طراحی کامل کارت الکترونیکی من در نهایت قرار این شکلی به نظر برسه. بسیار خوب. الان من میخوام قدم به قدم نشونتون بدم که چطور یک کپی از فایل یک طراحی رو توی گوگل دراو بگیرید و بعد قرار درباره تایپوگرافی روی کارت الکترونیکی فکر کنیم. فایل گوگل دراو رو که به سایت انجمن حمایتگری لینک کردیم باز کنید. یک کپی از فایل بگیرید. این فایل به سایز فعلی تصویری فرمت شده است که توی توییتر پست شده. با عرض 440 پیکسل و ارتفاع 220 پیکسل. هرچند اگه بخواید میتونید ابعاد اون را بر حسب پلتفرم رسانه اجتماعی دلخواهتون تغییر بدید. من جزوه ای رو با یک لینک اضافه کردم که توی اون میتونید قواعد سایز پلتفرم های دیگر رو ببینید. ولی یادتون باشه که این فرمت ها مرتب توسط شرکت های شبکه های اجتماعی به روز میشن. در نتیجه دقت کنید که همیشه آپدیت ها رو بررسی کنید. اگه میخواید سایز کارت الکترونیکیتون رو تغییر بدید، این کار رو از طریق منوی دراپ داون انجام بدید و از این مسیر برید. اونجا پیکسلز رو به عنوان واحد انتخاب کنید و بعد ابعاد مناسب رو وارد کنید. این فایل معلفه های پایه داره که کارت الکترونیکیتون رو با اون طراحی خواهید کرد. جایی برای لوگوی شما، مقداری متن و فضایی برای یک عکس یا تصویر. الان متنی که داریم خیلی خیلی ابتداییه. شما این متن رو با محتوای مناسب با سازمانتون جایگزین خواهید کرد. در نتیجه فکر کنید که کارت الکترونیکیتون چه چیزی باید بگه و متنی رو که میخواید برای تیتر، سوتیتر و فراخان به عمل استفاده کنید یادداشت کنید. با دو بار کلیک کردن ماستون روی این مستطیل متنی میتونید متن رو انتخاب کرده و متنی رو که میخواید روی کارت الکترونیکیتون تایپ کنید. اگه متنتون داخل فضای موجود جا نشد نگران نباشید. الان نشونتون میدم که چطور درستش کنید. چون کارت الکترونیکی من قرار تبلیغ گزارش رمزگشایی از انقلاب باشه تصمیم گرفتم که کل عنوان گزارش رو اینجا بیارم چون فکر میکنم در عنوان گزارش به قدر کافی اطلاعات اومده که مردم توی توییتر به اون علاقه من بشن. برای این کار رمزگشایی از انقلاب تیتر اصلی من خواهد بود و چشمانداز رسانه های دیجیتال ایران سوتیتر من بعد برای قسمت فراخان به عمل این رو اضافه می کنم. گزارش کامل رو دانلود کنید. تا مخاطب تشویق به دانلود و خواندن کل گزارش بشه. حالا که متن خودتون رو به محتوا اضافه کردید، بیایید قلم رو به تناسب محتوا و سازمانتون تغییر بدیم. الان همه کلمات با فونت آریال که فونتی پایست دیده میشن. اما در نوار ابزار بالا گزینهای برای تغییر اون دارید. انتخاب قلم در نوار ابزار باعث میشه یک منوی دراپ ظاهر بشه. میتونید قلم رو از منو انتخاب کنید یا برای اینکه انواع قلم های دیگر رو ببینید گزینه فونت‌های های بیشتر رو انتخاب کنید. به نظر شما چه قلمی بهترین قلم برای انتقال پیام انتخابی شماست؟ چه قلمی با لحن و حس برند سازمان شما سنخیت بیشتری داره؟ هر سه خط متن داخل مستطیل رو با این قلم عوض کنید. برای کارت الکترونیکی من تصمیم های تایپوگرافی کما بیش سر راست هستن. چون قبلا برای من تعیین شدن. من قراره از تصمیم های تایپوگرافی که در طراحی وبسایت گزارش گرفته شده استفاده کنم. به نظر من تعمیم تصمیم طراحی توی فرمت متعدد راه ساده‌ای برای ایجاد یک دستی در سراسر پیام‌های یک برنده. می‌خوام از قلم پیتی سانز استفاده کنم که فونتیه که روی وبسایت رمزگشایی از انقلاب هم به کار رفته. و میخوام همه حروف رو بزرگ بنویسم و بولد. درست مثل خود وبسایت. قلم بولد با حروف تمام بزرگ باعث اثرگذاری روی صفحه نمایش میشه و فکر میکنم راه خوبیه برای اطمینان حاصل کردن از اینکه وقتی مردم کارت الکترونیکی من رو میبینن متوجهش بشن. پس تیتر رو با سایز 25 میگذارم، سو رو با سایز 18 و فراخان به عمل رو با سایز 12.